نهاد مرجعیت عالی‌ترین نهاد اسلام شیعی در ایران است. آینده این نهاد چیست؟ آیا اسلام شیعی بدون مرجعیت قابل تصور است؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. به پرگار این هفته در واشنگتن خوش آمدید. نهاد مرجعیت در ایران قدمتی چند صد ساله دارد. شاید سابقه این نهاد را بتوان به زمانی رساند که شیخ علی کرکی از سوی شاه طهماسب صفوی مجتهد اول و نایب امام خوانده شد. از اون زمان مرجعیت فراز و نشیب‌های زیادی از سر گذرانده، از جمله انقلاب 1357 که تأثیرگذارترین حادثه بر نهاد مرجعیت بوده است. این انقلاب مراجع را در یک موقعیت متناقض قرار داد. از یک سو قدرتی بی سابقه به آنان بخشید و از سوی زمینه کاهش اعتبار آنان را فراهم آورد. آیا می توان با مطالعه تحولات زیربنایی جامعه ایران آینده مرجعیت را ترسیم کرد؟ مثلا می توان گفت با ظهور و گسترش برداشت‌های جدید از دین و منش‌های فردگرایانه در میان دینداران، نهاد مرجعیت رو به زوال خواهد رفت. از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم اسلام شریعت محور و تقلید مدار تا چه حد با اعتبار مراجع گره خورده و ضعف مرجعیت چه تأثیری خواهد گذاشت بر اسلامی که شریعت را کانون دینداری می‌داند. مهمان‌های این هفته کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، محسن کدیور، اسلام شناس و استاد دانشگاه دوک در آمریکا، و مخاطبان اونها آرش حسینی پژوه و حماد جمشیدی، هر دو دانشجو. خیلی خوش آمدید آقای علمداری. از شما شروع کنیم. شما فکر میکنید مراجع مرجعیت به عنوان یک نهاد اعتبار خودش رو میتونه حفظ کنه؟ در این ارتباط چند تا نکته هست باید توضیح داده بشه. نخست اینکه جمهوری اسلامی چگونه پایان بپذیره. اگر جمهوری اسلامی در حال ترکیب شده با سیاست قدرت به طور اصلاحی عقب نشینی بکنه و فضا رو باز بکنه برای مشارکت گروه های دیگر جامعه از جمله نواندیشان دینی، اصلاح طلبان دینی و همینطور غیر دینی، نتایجی حاصل خواهد شد به نظرم اگرچه مدت زمان طولانی‌تر خواهد بود ولی عوارض خسارت بار زیادی نخواهد داشت برای مرجعیت. ولی اگر این نظام کنونی مقاومت بکنه و سرانجام با یک روش خشونت بار کنار زده بشه، مسلماً مرجعیت مورد ضربم قرار خواهد گرفت. اگرچه این واقعیت هست، باید تذکر داد که مرجعیت سنی تلاش کردی خودش رو از بخش اسلام سیاسی حاکم در ایران، مرجعیت سنتی منظورت، منظور سنتی، بله. کسانی که به سنت رجوع میکنند، بله. جدا بکنه، ولی در هر حال مردم پدیده یا نهاد دین رو یک امر در هم تنیده میبینن. و درست همینم هست که مرجعیت فقط یک نهاد در درون یک نهاد دیگر نیست، بخشی از نهاد دین هست و این مرجعیت بدون دین، بدون مردم معنی در قرآن نداره، وجود خارجی نداره. نمیشه گفت دین رو یا اون نهاد رو به چهار پنج مرجع یا مثلا زمان آیت الله بروجردی به یک مرجع خلاصه کرد و اسم رو گذاشت نهاد، کمان که اسلام، دین اسلام یا مسیحیت بدون معتقدین به اون دین وجود خارجی اصلا ندارن. این مجموعه است که معنی دین پیدا میکنه. بنابراین باید نگاه کرد که رابطه، همطور اشاره بکنم که بخشی از این مرجعیت پدیده تقلید است و پدیده تقلید رابطه اجتماعی است میان معتقدین و این مرکزیت یا این مرجعیت، و این رابطه متقابل هست که در دورهای مختلف تغییر پیدا میکنه. در گذشته در دوره سنتگرایی و غلبه سنت تغییر تحول بسیار کند بوده و
باید گفت که مرجعیت هم بر اساس اخبار و احادیث تلاش میکرده که دین رو به مردم بشناسونه و نیازمندی های دینی رو برای مردم توضیح بده و مردم دنبال پیروی میکردن. ولی در دوره مدرن اینطور نیست. در دوره سنتی فضای عمومی جامعه در دست مذهب هست، نهاد مذهب هست. در دوره مدرن مذهب یکی از نهادهای موجود اجتماعی در جامعه هست. نهاد سیاست هست، نهاد آموزش و پرورش هست، نهاد اقتصاد هست، نهاد قضایی هست، نهاد رسانه هست. نهادهای مختلف هستند که در کنار هستند، کنار هم دیگه، و دین هم یکی از اون نهادهاست. و نقش سلطه خودش رو در دوره مدرن از دست میده. و مرجعیت هم به طبیعت از مرجعیت اون اعتبارش چون اشاره کردم بخشی از این نهاد هست، نه جدا از این نهاد. مرجعیت هم نفوذ سابق خودش که در دوره سنت از دست خواهد داد. ببینید پدیده دیگری بدل خواهد شد. به عبارت دیگر در دوره سنت جامعه تابع دین هست، نهاد دین هست. در دوره مدرن که امروز ما دوره گزارش هستیم به اون دوره مدرن، دین تابع جامعه خواهد شد. به همین هر چقدر جامعه تغییر پیدا کنه، دین هم نهایتاً با تغییر پیدا کنه. آقای کدیور. بله، سوال مهمی است در باره اینکه مرجعیت در آینده چه نقش خواهد داشت. مستحضرید که مسئله مرجعیت در اسلام شیعی برگرفته از یک نزاعی بوده بین اخباریون و اصولیون، و بعد از برتری اصولیون بحث اجتهاد و تقلید مطرح شد و مجتهدین اعلی به عنوان مراجع شیعه معرفی شدند. مرجعیت شیعه کارکردهایی داره که باید در نظر گرفت که این کارکردها با جمهوری اسلامی چه تغییری کرده و احیانا بعد از اون این کارکردها وجود خواهد داشت یا نه. مهمترین کارکرد مرجعیت حفظ هویت مذهبی بوده. این حفظ هویت از طریق تداوم آموزش و پرورش در حوزه‌های علمیه صورت گرفته. به عبارت دیگر طلبه‌های حوزه‌های علمیه شاگردان این مراجع بودند و اینها اون سنت مذهبی رو ادامه دادند. نظارت بر مناسک دینی در جامعه کارکرد دیگر مرجعیت بوده. این مسائل نه با جمهوری اسلامی ایجاد شده و نه با جمهوری اسلامی پایان میپذیره. ممکنه شدت و ضعف داشته باشه. در دوران جمهوری اسلامی به واسطه اینکه سیاست در دست یکی از مراجع و نه لزوما همه مراجع قرار گرفت، گشایشی برای اون مرجعیت واحد در حوزه سیاسی ایجاد شد و اقبالی هم برای کل مراجع یا روحانیون حتی حاصل شد. همونطور که در مقدمه برنامه هم اشاره کردید، این اثر دوگانه داشت، به خاطر اینکه سیاست وارد عرصه هایی میشه که به هر صورت فراز و فرود داره و در برخی از این فرودها مجموعاً میشه گفت که به نفع مرجعیت نبود که خود را درگیر مسائل جزئی سیاسی بکنه. بنابراین بعد از در فضای منهای جمهوری اسلامی مرجعیت مستقل، مرجعیت غیر سیاسی امکانات بیشتری خواهد داشت و اعتبارش رو حفظ خواهد کرد. اعتبارش هم اعتبار افزایش خواهد یافت. خب این تفاوت عمده است. ایشون میگن اعتبارش کم خواهد شد برای اینکه جامعه از سنت فاصله خواهد گرفت. اون نکته دیگر است. اون نکته شامل حاله، یعنی فی الواقع یک زاویه تقسیم مراجع هست به مراجع مستقل، مراجع وابسته به حکومت. تقسیم دیگر، منظر دیگر که آقای دکتر علمداری بهش اشاره کردن، اینه که در فضای مدرن که اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره، بله، در فضایی که فرض بکن آموزش، قضاوت، اینها از مرجعیت سنتی جدا شده، مشخص است که قدرت این نهاد مثلا با قدرت دوران قاجاریه یا دوران نیست. قبلی قابل مقایسه نیست، کاهش پیدا کرده. البته از زاویه دیگری این قدرت غیر قابل انکاری هم بوده، کما اینکه ما هم در دوران مشروطه مشاهده کردیم، هم در دوران جمهوری اسلامی. بنابراین به لحاظ دوم، نه به لحاظ اول، میشه ذکر کرد که
با پیشرفت علوم مدرن در جامعه، به خصوص با علوم انسانی و علوم اجتماعی و مدعیان جدیدی در حوزه فلسفه، عرفان، فلسفه‌های مضاف از قبیل فلسفه دین، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، دست‌های جدیدی وارد کار شدن که لزوماً دیگه مرجعیت تنها سخنگوی مذهب در جامعه نیست. تأثیر خواهد گذاشت خیلی کوتاه بر اعتبار بله، مرجع؟ بله قطعاً تأثیر خواهد گذاشت و این برمیگرده به این که آیا مرجعیت شیعه خودش رو به این سلاح جدید مسلح میکند یا نه. اگر مسلح نکند به لحاظ دوم اعتبار سابق رو نخواهد داشت. ولی اگر بکنه معتقد هستید این اعتبار حفظ اگر خواهد شد؟ اگر بکند میتواند یکی از رقبای میدان باشد. بله بسیار خوب، اجازه بدید به مخاطبانتون بریم و ببینیم سوال ها چه هست. بله من سوالم از آقای علمداریه. با توجه به اینکه آقای علمداری گفتن که در آینده مرجعیت میتونه نهاد مدرنیته، میتونه تجدد باعث ضعف نهاد مرجعیت بشه، با توجه به اینکه ما اگه ضعف هویت جامعه ایرانی و تجدد و اسلامیت و ایرانیت و سنت قلمداد بکنیم، ما توی بحر تاریخی داشتیم که اسلامیت این هویت نه شده، بعد اسلامیت دوباره تایید شده و بُعدهای دیگه بهش پرداخته نشده. یعنی به نظر شما بُعد مدرنیت و تجدد که توی هویت جامعه ایرانی هست، این پردازشش دوباره باعث کمرنگ شدن بُعدهای دیگه میشه؟ چون ما دیدیم وقتی که به ایرانیت بیشتر پرداخته شده اسلامیت اوج گرفته، وقتی به اسلامیت بیشتر پرداخته شده بُعدهای دیگه اوج گرفته. فهم می‌کنین تو آینده مرجعیت ما پرداختن به مدرنیته و اون هویت تجدد طلبی ایرانی میتونه هویت دینیشو کمرنگ بکنه یا میتونه برعکس عمل بکنه؟ بله میتونه بکنه و اینم بر اساس تجربه خود ماست و تجربه کشورهای دیگر غرب هست که وقتی مدرنیته بر جامعه حاکم شد، نهاد دین رو از سایر نهادها جدا کرد. قبل از در دوره قرون وسطا، قبل از مدرنیته، در اروپا هم نهاد دین بر تمام نهادها غلبه داشت و میتونست تحکم بکنه. با انقلاب‌های پی در پی بعد از رنسانس، انقلاب‌های پی در پی که در حوزه علم، صنعت، سیاست و انرژی اتفاق افتاد، بخشی از کارکردهای نهاد دین ازش گرفته شد و نهاد دین رو منحصر کردن به کارهای سنتی، عبادی و هدایت‌های فرایض دینی مردم. امروز شما نگاه بکنید می‌بینید که نهاد دین در یا کلیسا، هر بخش از کلیسا قدرتمند است. به این قدرتش رو به طور غیر مستقیم بر نهادهای دیگر هم اعمال می‌کنه. مثلا شما فکر بکنید که دولت تصمیم می‌گیره که مدرسه مختلط ایجاد بکنه و کلیسا باهاش مخالف است. چانه زنی بین این دوتا نهاد بالاخره به یه جایی میرسه که یه توافقی بکنن، یا روی مسئله سقط جنین همینطور، مسئله همجنسگرایی همینطور. آن چیزی که اتفاق داره میفته در غرب این است که روند به طرف پولاریزه شدن جامعه و قدرتگیری نهادهای جدید است، همونطور که در خانواده ما میبینیم. ولی در همین جامعه غربی کلیسا اعتبار زیادی داره. بله. این منو میشه گفت حفظ کرده. اگر ما نهاد مرجعیت رو روش متمرکز شیم و مقایسه کنیم با کلیسا که یک سازوکار خاصی داره و مثل مرجعیت یک مکانیسم خیلی شناخته شده ای داره، آیا همونطور که کلیسا تونسته حد بخصوصی از اعتبار خودش رو در جامعه غربی حفظ کنه و بخشی از جامعه مدنی شده، نهاد مرجعیت هم نخواهد تونست در ایران چه این کاری بکنه؟ بعد اولا که نهاد دین در اروپا و در غرب قدرتش بسیار تحلیل رفته، قدرت غیر مستقیم پیدا کرده و مهم این است که در گذشته مثلا در حوزه قضاوت، در حوزه دخالت در علوم، بعضی از علما رو محاکمه کردن، آتش زدن، از بین بردن، در زمینه حقوق زنان باز همینطور. یعنی کارهایی که کلیسا در گذشته در غرب کرد ابدا امروز امکان پذیر نیست. در دهه گذشته در آمریکا 4000 تا کلیس در آمریکا فقط 4000 تا کشیش رو محاکمه کردن به جرم تجاوز جنسی یا سوء استفاده از بچه‌ها در کلیسا. این در گذشته اتفاق نمی‌افتاد، نکارشون می‌کردن همواره این کارا رو. آقای کدیور، همین مقایسه نهاد کلیسا و نهاد مرجعیت شاید رهگشا باشه. آیا میشه گفت همون جور که در جامعه غربی نهاد کلیسا کاری با دین به طور عموم نداریم، خصوص روی مرجعیت که صحبت می‌کنیم مقایسش با کلیسا تا حد زیادی روشنگره، آیا همون قدر که
قدرت کلیسا و اعتبار کلیسا کاهش پیدا کرد در چند سده اخیر در غرب، در ایران هم چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ روندی که تاکنون داشتیم نشون نمیده که قدرت مرجعیت موازی با قدرت کلیسا کاهش داشته. ولیکن جدا شدن از زمان امیرکبیر میدونید در ایران، خب نهاد قضایی بالواقع جدا شد، مشروطه هم اون رو تثبیت کرد و قضاوت شرعی و قضاوت عرفی رو به رسمیت شناخت و عملا قضاوت به روال عرفی افتاد. از همون دوران میشه گفت از دوران رضا شاه مسئله آموزش هم به طور کلی دارالفنون از زمان امیرکبیر شروع شد و این هم جدا شد به یک معنا. ولی مرجعیت شیعی تونست فی الواقع اعتبار خودش رو از طریق دیگری حفظ بکنه و دیگه دنبال آموزش عمومی و دنبال قضاوت نرفت. ولیکن خب قدرتی که در زمان مشروطه نشون داد، قدرتی که قبلش زمان تنباکو، جنبش تنباکو و بعدش در زمان انقلاب اسلامی، همه اینا نشون میده که نهاد مرجعیت کماکان در ایران قوی است، حتی اگر از این حوزه های عقب نشینی میکنه. همینطوره، یعنی حتی اگر از حوزه هایی که به نظرم اون حوزه ها عقب نشینیش مثبت بوده، یعنی من این رو روند منفی ارزیابی نمی کنم، ولی مجموعاً صحبت آقای علمداری رو هم نفی نمی کنم به خاطر که مدرنیته اقتضای برای خودش داره و این اقتضاها باعث میشه کارکرد سنتی نهادهای دینی مورد بازاندیشه قرار بگیره و کارکردهای جدیدی برای خودشون پیدا کنن. باعث کم شدن اعتبارش هم میشه. خب میتونیم الان آزمایش بکنیم در ایران سوء سیاست ممکن است که کاهش اعتبار رو در پی داشته باشه، ولی نهاد کلیسا عیناً نهاد مرجعیت در شیعه نیست. یکی به دلیل تکثری که ما در مرجعیت شیعه داریم و تمرکزی که حداقل در مسیحیت کاتولیک داریم، در مسیحیت پروتستان البته مسئله متفاوته، و بعدم حوزه اجتماع و سیاست به معنای کلیش نه به معنای جزئیش، به هر حال در تعالیم اسلامی با تعالیم مسیحی تفاوت‌هایی داره. بله، اجازه ببینیم آیه جمشیدی سوالشون چه است. من به نظرم میرسید که دو تا چالش اصلی رو ما برای مرجعیت در بیانات شما و آقای دکتر علمداری به رسمیت شناختیم و ظاهرا توافقی وجود داشت اونجا. یکی چالش آثار منفی که رفتار جمهوری اسلامی داره برای مرجعیت و آسیبی که میرسونه به این نهاد، و به نظر میرسید توافق وجود داره برای اینکه مرجعیت مستقل از جمهوری اسلامی شانس بهتری داره برای بقا و ارتباط سالم با مردم. چالش دوم چالش مدرنیت بود و یا تجدد، که در واقع به نظر میرسید هر دو بیان مطرح میکردن که مرجعیت احتیاج داره که خودش رو نو بکنه. آیا شما در این نوسازی رفتار مرجعیت و جایگاه مرجعیت اصلاح رابطه تقلیدی رو هم به عنوان یک عنصر نمیبینید؟ دلیل اینکه این سوال رو میپرسم این هست، به نظر من یکی از عناصر جامعه مدرن رابطه برابر بین شهروندان و اعضای جامعه هستش، از جمله مسئولیت برابر و مشترک برای دستیابی به حقیقت، از جمله حقیقت دینی. یعنی معتقد هستید که تقلید با این مسئولیت برابر و این برابری تناقض داره؟ قطعا. چنین آقای کدیور؟ نه، به این دلیل که مراجعه در هر رشته علوم انسانی بلکه در هر رشته علمی اگر غیر متخصص سخنی بگوید، این سخن شنیده نمی شود، این سخن فاقد اعتبار است. حوزه دین چه فرقی با حوزه های دیگر می کند؟ این که در علم فیزیک فرض کنید، در علم نجوم، در علم شیمی، در علم پزشکی اگر کسی غیر متخصصی در این حوزه اظهار نظر کرد و باعث ضرری به جامعه شد، پیگرد قضایی دارد. حالا تو حوزه علوم انسانی پیگرد قضایی ندارد، اگه یه غیر جامعه شناس اومد یا یک غیر اقتصاددان حرفی زد. ما آثار اینها رو به سادگی میبینیم که اگر الان در جمهوری اسلامی خودمون مشاهده میکنیم که به دلیل نسخه های غلط اقتصادی که مثلا پیچیده شده، مشکلات تورم و مانند این در برخی مواقع ایجاد شده. خب در حوزه دین هم مسئله تقلید یعنی این که اگر فردی در این حوزه کار نکرده، تخصص ندارد، به کسی که در این حوزه کار کرده و تخصص دارد اختیاری مراجعه کند، اجباری وجود ندارد. این اگر کسی مراجعه نکرد، قانون یقه او رو نمیگیره که چرا مراجعه نکردی، خودش متضرر میشه. و در رابطه شهروندی هم
در آکادمی‌های که در غرب هم وجود داره این هرگز نمیگن چون شماها شهروند برابر هستید بنابراین علما دانشمندان متخصصین شعنی ندارن. اینها قدرتشون قدرت قانونی نیست، قدرت حوزه علمی است، نه قدرت بحث شهروندی. به عبارت دیگر مرجع تقلید و مقلدانش به لحاظ شهروندی مساوی هستند، به لحاظ توان علمی نامساوی هستند، همچنانی که دانشجوی فیزیک با استاد فیزیک فرق میکنه. آقای علمداری، میشه این مقایسه رو کرد؟ مراجعه مقلد به مرجع تقلید مشابه مراجعه بیمار به پزشک است، به این دلیل که پزشک تخصص داره و بیمار میخواد پاسخ بگیره در مورد مشکلی که داره؟ من با این نظر موافق نیستم. ببینید، مراجع تقلید اصولا نهاد دین بر ابعادی از جامعه و ویژگی‌های انسان و رفتار انسان مسلط است که یک دانشمند، یک فیزیکدان، یک پزشک نیست. این مسئله درست است که وقتی یک بیمار به یک پزشک مراجعه می‌کنه به دلیل دانشی که اون پزشک داره این بیمار احساس ضعف می‌کنه و اون در خودش احساس قدرت می‌کنه و این عدم بالانس قدرت و ضعف باعث میشه که بیمار حرف پزشک رو بشنوه. ولی در مورد نهاد مذهب این گونه نیست. در مورد نهاد مرجعیت، مرجعیت این گونه نیست. در مورد نهاد مرجعیت هم که شما در آغاز بهش اشاره کردید، شیعه بدون این بخش از دین معنی پیدا نمی کنه و همونطور که آقای دکتر کدیور هم به درستی اشاره کردند، کسانی که خودشون توانایی شناخت دین رو نداشته باشند، یعنی مجتهد در واقع نباشند، باید یکی تقلید بکنند و این افرادی که تقلید میکنند لزوما افراد صالحی نیستند. یعنی مثلا اینها میان در تمام حوزه های زندگی بشری دخالت میکنند، نظر میدن ولی صالح نیستند. اینها در حوزه دین شکی هستند نیست. من معتقد هستم که بعد از پایان جمهوری اسلامی هم نهاد مرجعیت یا بخش مرجعیت نهاد دین به کار سنتی خودش ادامه خواهد داد. مردم معتقد به دین هستند، دین از بین نخواهد رفت، فرایض دینیشون رو در حال میخوان کسانی بهشون راهنمایی بدن چی جوری انجام بدن، این واقعی خواهد ماند. ولی اون چیزی که نظرم مهم هست علاوه بر اون مطلبی که شما بهش اشاره کردید، این که ما از انقلاب و مشروطیت تا به امروز دنبال آزادی بودیم و نتونستیم به دست بیاریم. یک بخش، یک عامل یا مانع اصلی خود روحانیت بوده، نگذاشتین آزادی به دست بیاد. ولی این فراموش نشده. در آینده ما معتقد هستیم که جامعه ایران دنبال دموکراسی هست. مدل‌های دموکراسی در دنیا به شهروندان آزادی خواهد داد، حقوق برابر خواهد داد. این نوعی یک نکته است که دیگه وابستگی و تقلید کاهش پیدا خواهد کرد. گذشته از این نسل جوان امروز شما با نسل جوان دوره مشروطیت مقایسه بکنید، اون موقع نسل جوان چیزی اصلا از دنیا نمی‌دونست، از دانش نمی‌دونست. امروز خوش نسبت به دین شناخت بهتری از بعضی از این علما داره. آقای کدیور، اگر مقایسه کنیم نسل جوان کنونی در ایران رو با دوره مشروطیت، این نشون نمیده که صرف تقلید از دیگری واقعا اون اعتبار پیشین رو نداره، ارزشی که پیش تر داشت رو نداره دیگه؟ من فکر بکنم مشکلی است توی این صحبتهایی که رد و بدل شد. ما تلقی صحیحی از تقلید نداریم. گاهی منظور از تقلید کورکورانه است، گاهی منظور رجوع متخصص، غیر متخصص و متخصص است. اولی در هر حوزه غلط است، از جمله در حوزه دین. دومی در هر حوزه صحیح است، از جمله در حوزه دین. ما بحثمون کل دین نیست، بحثمون بخش عملی دین هست. من ممکنه اینجا وارد بشم؟ دلنگرانی من از اونجا هستش که متاسفانه در بیش از 3 دهه گذشته که جمهوری اسلامی بوده، فضا ایجاد شده برای اینکه افراد فرصت طلبی در موضع مرجعیت قرار بگیرن و از این ضعف ارتباطی که وجود داره در ارتباط بین مقلد دینی و مرجعیت دینی میتوان سوء استفاده کرد برای آینده جامعه. نکته مهمی آقای کدیور، 30 سال 30 و اندی کسانی در این نهاد رشد کردن که ممکنه در آینده خطرناک باشن. چنین نیست. مرجعیت مثل 100 سال پیش، 70 سال پیش اون روال طبیعیش رو از دست داد دیگه. کسی که مرجع میشد مراحلی طی میکرد و
ورود سیاست به این عرصه ممکنه باعث شده باشه که یک نسلی رشد کرده باشه که فردا پس فردا در موقعیت مرجع قرار بگیرن و اینا درک‌های بسیار افراطی از اسلام داشته باشن. این در آن مسائل متعددی مطرح شد، من باید به زمان چند تا مسئله همزمان پاسخ بدم. ببینید، نه یه سال آقای دکتر علمداری مطرح کردن، یه سال دوستمون مطرح کردن، این سال هم جناب عالی. مسئله این که در مسائل مختلفی مراجع اظهار نظر کردن، به خصوص در دهه های اخیر، بله چون این هست، این رو این کار نمیشه کرد، اما این که مردم میتوانستند و میتوانند مراجعه نکنند و اتفاقاً حوزه در این که مرجعی مجتهدی در حوزه‌ای که تخصص ندارد وارد شود، مثلا در حوزه سیاست یا در حوزه اقتصاد سخنی بگوید، این سخن از جانب یک کارشناس بیان نشده که بر مقلد واجب باشد تبعیت بکند. تبعیت غیر متخصص در امر فقه از متخصص در امر فقه فقط در حوزه فقاهت است، نه در حوزه سیاست، نه در حوزه اقتصاد، نه در حوزه جامعه شناسی. اما که افرادی آمدن سوء استفاده کردن، اگر منظور اینه که افرادی به کمک سیاست توانستند عنوان دینی پیدا بکنن، عنوان مرجعیت پیدا بکنن، اینها مثل کف روی آب هستن و زایل خواهند شد. و مهمترین مسئله هم در به شکل مدنی در تاریخ تشیع اقبال مردم است که کسی را مرجع می کند یا مرجع نمی کند. ممکنه چند سباه سیاسی سیاست کسی به ضربه سیاست خودش را بالا بکشد، مثلا حجت الاسلام یک شبه آیت الله شود و دو شبه آیت الله العظما شود. خب این با مثل همونطور که همین شکلی شده آمده بالا، به همین سرعت هم زائل خواهد شد و مردم تفاوت، یعنی مردم متشرع منظورم مؤمنان، اینها تفاوت افرادی که سالها درس خوندن، زحمت کشیدن، صاحب تقوا و علم هستند رو با مدعیان تشخیص خواهند داد. بله. و این هم در طول تاریخ بوده. البته وقتی سیاست به پشتوانه این موارد مطرح میشه، این آفات وجود خواهد داشت. اجازه بدید اینو از آقای علمداری بپرسیم، بعد خیلی سریع به شما میگم. این نکته که آقای کدیور گفتن که به طور طبیعی اقبال مردم دیندار به بعضی از مراجع باعث شده اون مراجع نفوذ بیشتری پیدا بکنن و اونها که در نظر مقلدان متخصص شمرده نشدن رو به افول رفتن، این از نظر بعضی نوعی دموکراسی خیلی ساده ولی کاراست. آیا همین باعث نخواهد شد در آینده اون مراجعی که نمیتونن خودشون رو همراه کنن با نیازهای مردمی و پاسخ بدن، از رده خارج بشن و این مکانیسم طبیعی نمیتونه، اگر سیاست رو کنار بگذاریم و حمایت سیاسی یک دستگاه مشابه جمهوری اسلامی، اون مکانیسم طبیعی نمیتونه سلامت مرجعیت رو تأمین بکنه؟ بله. اشاره شما اشاره بسیار به جایی هست. این زمانی است که رقابت سالم در جامعه بین مراجع مختلف وجود داشته باشه. امروز فقط مراجع دینی نیست که مردم بهش رجوع میکنند. مثلا یک دانشجویی که خودش دین رو مطالعه کرده، ممکن است برداشتش نسبت به دین صحیح تر از برداشت آیت الله و مرجع باشه. واقعیت داستان این است که در از زمان آغاز مرجعیت، حتی شما به صفوی برگشتید، من به زمان تشکیل نظامیه های خواجه نظام الملک برمیگردم، قرن 4 5 هجری، از اون زمان که فقها تونستن علما را از این حوزه ها بیرون بکنن و حوزه های مدارس علمیه رو تبدیل بکنن به مدارس فقهی ولی اسمشون نگه دارن، تا به امروز اختلاف نظر رو این که دین چی هست، انسان چی هست، وظیفه انسان چی هست، خدا قدیم است، قرآن قدیم است، وجود داشته و هنوزم پایان نپذیرفته. بنابراین حرف من این هست، اگر یک رقابت سالمی به وجود بیاد بین مردم و اجازه بدن که مردم شناخت خودشون رو از دین بگن، افرادی هستند که میتونن، مثلا نوگراها، نواندیشان دینی، برداشت درستری از دین دارن، چرا که آنها برداشت درستری از جامعه مدرن دارن. فکر میکنی در آینده مقلدها به این سمت خواهند رفت، به سوی کسانی که اندیشه های نو و
جدای از اندیشه اسلام تقلید مدار ارائه خواهند. فکر میکنی در آینده مردم به اینها اقبال خواهند کرد؟ من فکر میکنم که در آینده پیروان این مراجع در حال کاهش خواهد یافت. بله، جواب آقای کدیور رو اجازه بدیم بذاریم بعد از اینکه آقای حسینی پژوه سوال بپرسن. من فکر میکنم اگه این بحث رو تو ظرف هویتی جامعه ایران رو بخوایم تفسیر بکنیم، جامعه ایران یه هویت مذهبی داره که مرجعیت در طول تاریخ این هویت رو نمایندگی کرده. حالا در آینده‌ای که با مرجعیت و حکومتی نبینیم، خب ما یه مرجعیتی داریم که به هر حال نمایندگی بخشی از جامعه، هویت جامعه ایرانی رو بر عهده داره. این تعادلی که میتونه یه جامعه رقابتی ایجاد بکنه بین هویت‌های مختلف از جمله اسلامیت، ایرانیت، تجدد و سنت، این میتونه، فکر میکنم میتونه پشتوانه مرجعیت باشه برای قدرت گرفتن توی جامعه. یعنی برعکس اینی که ما فکر بکنیم، من اینجوری فکر میکنم، به نظر شما برعکس اینی که مردم به سمت روشنفکران دینی برن و به سمت نهادهایی برن که دین رو عرفی تعریف میکنه، فکر نمیکنم این برابری باعث بشه که مرجعیت به این سمت بیاد و مرجعیت مسیرش رو به سمت یک مسیر عرفی‌تر پیش ببره تا بتونه اون نقش و اون هویت دینی جامعه رو حفظ بکنه؟ این هم درسته، این هم همون حرف من هست، مغایر با اون نیست. اولا خدمتتون بگم که جامعه هم هویت دینی داره و هم هویت ملی داره، هویت فرهنگی داره، هویت‌های مختلف داره. شما وقتی خودتو معرفی می‌کنی نمیگی من مسلمان هستم، ایرانی هستم. نه، برای شما یا من نوعی ایرانی بودن از مسلمان بودن پر اهمیت‌تر هست. آمریکایی‌ها همینطور، کسای دیگر هم همینطور، نمیان با مذهبشون خودشو معرفی بکنن. دوم، با کدوم مذهب خودشو معرفی بکنه؟ مذهب دکتر سروش، مذهب مجاهدین، مذهب فلان آیت الله که سنتی فکر میکنه، که فکر میکنه که زن و مرد باید، مدارس باید دختران و پسران اصلا جدا بشن، با کدوم مذهب هویت خوش تعریف میکنه؟ روند باید نگاه کرد. روند این که نسل جدید به طرفی خواهد رفت که برابری حقوق رو میطلبه. این برابری حقوق در تمام زمینه ها با برداشت مرجعیت از دین مغایره. اون برداشت، برداشت حالا شما اخباریون و اصولیون رو تقسیم کردی، بیشتر این مراجع به نظر من بر همون هوا احادیث تکیه میکنن، جز اخباریون هستن تا اصولیون باشن، به خاطر اینکه اصولیون در حال یک منطقه استدلالی به کار میبردن، نون استدلال منطق هم نمیپذیرن، تکیه میکنن به یک اعتباری که فکر میکنن مثلا از خداوند کسب کردن. اون چیزی که من نکته این است که نسل جدید برای خودش هویت مستقل از دین قائل هست. این برداشت شما از نگاه نسل جدید به مرجعیت حاکی از مرجعیت حکومتی نیست که تو این 30 سال بوده؟ یعنی مرجعیت حکومتی که ما تو این 30 سال داشتیم باعث نشده به عملکرد جمهوری اسلامی که این نگاه به مرجعیت ایجاد بشه؟ و اگر سوال رو یه مقدار ملموس‌تر کنیم، آیا شما این امکان رو نمیدید که در آینده مراجعی چون آیت الله منتظری ظاهر بشن، یا الان آیت الله ثانی رو داریم و مراجع این چنینی، آیا فکر نمی‌کنید خود نهاد مرجعیت رو هم بتونن متحول کنن؟ چرا، اتفاقا درسته، حرف من از اول گفتم رابطه پیروان مرجعیت یک رابطه اجتماعی متقابل کنش و واکنش هست. وقتی اینها تغییر پیدا کنن، اونها مجبورن تغییر بکنن، پیدا کنن یا از بین برن. در آینده کسانی باقی خواهند بود، مرجعیتی باقی خواهد موند، این از بین نمیره که بتونه فرایض دینی جامعه با در نظر گرفتن نیازمندی‌های این جامعه پاسخ بده. اگر بخواد برگرده به دوره مشروطیت یا قبل از اون برگرده به عصر آغاز اسلام، خب دست مسلماً جامعه نمیپذیره. مثلا مثال‌های مختلفی هست در زمینه میشد زد. مثلا کاتولیک‌ها نگاه بکنید، برزیل و مکزیک کشور بسیار مذهبی کاتولیک هست، ولی مثلا رابطه جنسی قبل از ازدواج بین دخترای کاتولیک که خیلی متأسفانه رایج است، اون منافع خوش در نظر میگیره. شما سر کلاس که میرید میبینید که اینها رفتارشون، کردارشون، اون چیزی که انجام میدن با اعتقادات مذهبی چون جور در نمیاد و اصلا نمیدونه مذهب چی میگه. بله. کار خوش داره میکنه. این روند آینده است. بله، یعنی معتقد هستید تجدد و مرجعیت همونجوری که در دنیای غرب کلیسا و تجدد کنار هم تونستن به زیست خودشون ادامه بدن، در کشوری مثل ایران هم امکان پذیر است. ولی با این حال کماکان شما معتقد هستید که تجدد باعث خواهد شد تفسیرهای جدید از دین ارائه بشه. آقای کدیور، این سوال مهمیه. این تفسیرهای جدید تقلید محور نیستند، به تجربه دینی اعتقاد دارند و نیازی نمی‌بینند که
مقلد بره سراغ، یا اصلا نیازی به مقلد شدن نمیبینن، رابطه رو با خدا شخصی میبینن. این باعث کم اعتبار شدن، یا اگر کم اعتبار نگیم، باعث ضعف نهاد مرجعیت نخواهد شد؟ نه، من با اکثر نکاتی که گفته شد مخالفم و معتقد هستم مثلا تلقی صحیح نه از مسئله مرجعیت ارائه شده، نه از مسئله فقاهت. ببینید، رابطه انسان و خدا در اسلام رابطه مستقیمه، هیچ واسطه ای نداره، نه فقیه، نه مرجع، نه روحانی هیچ کاره است در این زمینه. بنابراین اصلا این مسئله است کاملا بیگانه با بحث ما. بله. ثانیاً مرجعیت فقهی است، یعنی اینها فی الواقع قدرت‌های علمی در حوزه فقاهت هستند، اما دیانت مساوی فقاهت نیست. بله. دیانت عرصه‌های دیگر هم دارد، اعتقادات است. بله. اخلاق است، تفسیر است، حدیث است. خب اینا هر کدومش متخصص خودش رو داره. درسته، ولی اون انواع جدید دیانت بهایی که شما میدید به فقاهت رو نمیدن به فقاهت، و در اینجا نیازی هست نمیکنن برن سراغ مرجع تقلید. خب این اشکال از اوناست که کسی فرض بکنید سراغ عالم اعتقادات کمتر میره، سراغ فیلسوف کمتر میره، سراغ عارف کمتر میره، سراغ فقیه بیشتر میرن. این که اشکال از فقیه نیست. ببینید، مسئله تقلید فقط مربوط به حوزه فقاهت است. در حوزه اعتقادات تقلید مجاز نیست، جایز نیست کسی در حوزه اعتقادات از کسی تقلید بکنه. حالا این که مرجع تقلید گفت خدا یکیست، مردم باید از اون تقلید بکنن، که تقلید بردار نیست مسئله، و هاکذا دیگر مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی هاکذا، اینها تقلید بردار نیست، اینا حوزه تخصصی خودشو داره. در حوزه فلسفه، عرفان، تفسیر، حدیث، اینا متخصصان خود رو دارن. روشنفکران دینی، نواندیشان دینی، اینها بحثشون در حوزه غیر از فقه هست، یعنی در حوزه اعتقادات، در حوزه فلسفه، در حوزه فلسفه اخلاق. اما در حوزه فقه ما وقتی بیام بحث رو مطرح میکنیم، اینها رو باید ببینیم رقیبشون کیه. بس سخنم این است، اگر اعتبار عالمان دینی در حوزه فقه کاسته شود، فی الواقع ما به افراد غیر کارشناس اجازه ورود دادیم. آقای دکتر علمداری میفرمان تلقی یک دانشجو صحیح تر از فرض بکنید یک مرجع تقلید است. به چه دلیل؟ چه کسی تشخیص میده که این صحیح تر است؟ یه جامعه شناس میخواد تشخیص بده که این مسئله دینی درست تر از آن مسئله دینی است؟ هر رشته ای منطق خودش رو داره. اگر من میخوام بگم صحیح تر است، چه کسی میخواد تشخیص بده صحیح تر است؟ اینا رو دقیق باید ترم ها رو کامل مشخص کرد. آقای علمداری، من میگم یک دانشجو که امروز به برابری حقوق زن و بند، زن و مرد معتقد شده و معتقد است که خداوند به این معتقد است، با اون فقیه عظمایی که معتقد است نخیر زن رو باید در پستو نگه داشت، او دین رو بهتر فهمیده. اصلا دین چیست که همه فقها چنین میگویند؟ نخیر، من میگم اون با اون فقیه، من دارم از اون فقها حمایت میکنم. ببینید، ما وقتی بحث میکنیم باید مشخص بشه. الان فقهای هستند هم در حوزه قم، در هم در حوزه نجف، به این مسئله برای دفاع میکنن. آقای سانعی داره از این مسئله دفاع میکنه. لذا ما وقتی میخوایم بحث بکنیم نگیم همه فقها. من همه فقها نیست اینجا. اینجا اتفاقا نگرانی از وزن مخرب اون تک فقیهیه که ممکنه یک چنین موضعی داشته باشه. من فکر نمی کنم اینجا نگرانی وجود داشته باشه از بزرگواری مثل زنده یاد منتظری، آیت الله منتظری، که نظراتشون به مراتب انسانی تر، به مراتب در واقع زیباتر و همگونتر با زندگی امروز جامعه بود. نگرانی از امثال آقای مصباح یزدیه. و مرجع نیستن. بله، ولی آقای مصباح مرجع نیست. بله. ببینید، ما مشکلمون سر اینه که روحانیت رو داریم با مرجعیت خلط میکنیم. میتونم. بحث ما دقیقاً در حوزه مرجعیت است. اگر ما بتونیم در واقع، سوالی که من دارم اینه، من وقتی وارد سیستم آکادمیک و دانشگاه میشم، میدونم شما از مقطعی که دکترا میگیرید تا زمانی که در واقع به عنوان یک مثلا فول پروفسور مورد مرجعیت دیگرانی که در اون دیسیپلین کار میکنن قرار میگیرید، چه مراحلی رو طی میکنید و چگونه شما در واقع ارزیابی میشید که تو این مراحل پیش برید؟ ممکنه محبت بفرمایید و توضیح بدین از مقطع اجتهاد تا
تا رسیدن به مقطع مجتهد عالی و بنابراین مرجعیت و مرجعیت عالی ما چه مراحل رو طی میکنیم و چه جوری این پروسه رو میتونیم در واقع مورد کنترل قرار بدیم؟ بله اجازه بدیم. بله ببینید، وقتی فردی وارد حوزه های علمیه میشه، تحصیل میکنه، سه مرحله را طی میکند. مرحله مقدمات هست، مرحله سطح میانی هست و مرحله خارج هست به اصطلاح متعارفشون، این خارج از متن که دیگه آخرین تحقیقات رو داره از استادش میشنوه و یاد میگیره. بعد از این که توانست در رشته ای که در همون حوزه فقهی که تحصیل کرده متن کتبی به استادش ارائه بکند که شبیه تز دکترایی است که در دانشگاه های ما رایج هست و استاد این رو تلقی و قبول کرد، پذیرفت، کتباً به او اجازه اجتهاد میده و در نتیجه اون فرد مجتهد محسوب میشود. اما این فرد هنوز مرجع تقلید نیست، این یک مرجع بالقوه هست. مرجع تقلید مجتهدی است که فتاوای خود را درباره مسائل فقهی منتشر کرده باشد، حوزه درسی رایجی داشته باشد، دانشجویان علوم دینی، طلاب به او مراجعه بکنند و همگان ببینند که این علمش چگونه است به لحاظ تدریسی و این آزمایش بشه. به علاوه مورد اقبال مقلدان، مردم متدین قرار بگیرد و در نتیجه بتواند مالیات دینی جذب کند. بنابراین سه ویژگی پیدا میکند. یک، ایشون بعد از این که اجازه اجتهاد را از استادش یا اساتید خودش داشته، توانسته به لحاظ علمی بنویسد، آراء خود را منتشر کند. یک، به اصطلاح مثل رساله های عملی. بله. دو، این که حوزه تدریسی قوی داشته باشد. سه، توانسته باشد اعتماد مردم را جلب بکند. بعد از این که اجازه داشت میشود مرجع تقلید. آقای علمداری، ببینید، ارباب شما نظر من پسندیده است، ولی تحول جامعه آیت الله عظما مثل منتظری رو قانع میکنه که بیاد از حقوق شهروندی بهایی ها دفاع بکنه. برای بقیه مراجع هنوز قابل قبول نیست. خیلی از مسائلی که پذیرفته نبود تا به حال، نه در جامعه پذیرفته بود، نه در سطح مثلا علما و فقها و مراجع پسندی نبود، کم کم اینها خود این مراجع پیش رو، مراجعی که با جامعه در حرکت میکنن، مراجعی که حقوق مردم رو رسمیت میشناسند، پیش قدم خواهند شد و به دیگران آموزش خواهند داد که این کار رو بکنید. امروز هنوز احتمالاً آقای کدیور در اینجا با شما مخالفتی نخواهند داشت. ما دنبال آینده مرجعیت بودیم و الا مرجعیتی که از حقوق انسانی، حقوق مساوی زن و مرد دفاع بکنه، ما مناقشه درش نداشتیم که الان بخواد بحث بشه. میخوام بگیم بله، در آینده این گونه مراجع بیشتر خواهند بود، اما اینها به دستور کسی عمل نمی کنند. ببینید، تا زمانی که در جامعه جوامع ما افراد سنتی وجود دارند، مرجع سنتی هم وجود خواهد داشت و متناسب با همدیگه پیش خواهند رفت. ما کمک بکنیم. این تا زمانی رو که میگید من رو به یه سوال خیلی مهم میرسونه. اون چه که دکتر شریعتی میگه که میشه شیعه داشت بدون این متخصصینی که شما ازشون نام میبرید، بدون مراجع، این به نظر شما به این ترتیب خیال بافی است؟ نه خیر، یه نظری است وجود داره، پیروانی هم برای خودش داره. ایشون معتقد بود که اسلام منهای روحانیت فی الواقع وجه صحیح اسلام اصیل است و خود ایشون هم منادی این بود. جمعی از روشنفکران دینی هم همین تفکر رو دنبال میکنن. عرض کردم که اگر منظور این باشد هر کسی در هر حوزه مهم نیست که چه لباسی داشته باشد، مهم دانش اوست. دکتر شریعتی در چه حوزه متخصص بود، در همون حوزه هم سخنش فی الواقع خریدار داشت. نهاد مرجعیت رقبای جدی دارد. اگر میخواهد بپاید، میباید خودش را به علوم روز مسلح کند. منظور من هم این نیست که هر چیزی در دوران مدرن بود منفعلانه بپذیرد. اگر توانست در این رقابت قوی برخورد بکند، در حوزه فقاهت باقی خواهد ماند. بله، آقای جمشیدی شما دوباره سوال ده. آقای دکتر علمداری، اشاره زیبایی شد به بحث اخلاق و نسبت مرجعیت با سوالهای اخلاقی جامعه و اشاره‌ای که فرمودید تو بحث‌هایی بود که در واقع جامعه تصمیم خودش رو گرفته، رفته جلو و واقعیت جامعه خودش رو تحمیل می‌کنه به مرجعیت و
مسائلی مثل برابری زن و مرد، مثل تو جامعه غربی امروز مسئله همجنسگرایی و نظایر اینها. من سوالم اون جاهایی هستش که جامعه الان پاسخ خودش رو نداره، چلنجای تازه‌ای هستش. ما روی مسائل مربوط به علوم زیستی، به خصوص مسائل ژنتیک، به اصطلاح مطالعات روی سلول‌های بنیادی، اینا سوالایی هستش که جامعه پاسخی نداره و ما یه سنت مذهبی داریم که نسبت به این موضوعات مدعیه که میتونه پاسخگو باشه. و به خصوص وقتی ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، توی قم امروز به اصطلاح مراکز تحقیقاتی دارن و راجع به این سوالات اخلاقی فکر میکنن. شما فکر نمیکنین این میتونه یه دریچه یا امید باشه برای مرجعیت مذهبی در ایران، برای اینکه یک بار دیگه خودش رو تعریف بکنه و جایگاه خودش رو تو جامعه؟ ببینید، در حال اون چیزی که در سوال ایشون هم مستتر بود، این که یک رابطه متقابل بین این پایگاه اجتماعی مرجعیت و خود مرجعیت وجود داره. هر چقدر این پایگاه، اونا نمیخوان عوض بکنن. واقعیت رو بگید، اونها نمیخوان عوض بشن، مجبورشون میکنن که عوض بشن. اگر شما میبینید که مرجعیت یا مثلا در قم به علوم جدید روی آوردن، کامپیوتر استفاده میکنن، میرن سراغ علوم، واقعا نه فقه، اینها نیازمندی هایی است که اینها میتونن زنده خودشون زنده نگه دارن. من نمیگم که مرجعیت از بین میره، مرجعیت تغییر خواهد کرد، کما که در غرب مرجعیت از بین نرفته. مردم میرن کلیسا روز یک شنبه به معنی یک سرمونی، یک سرمونی چی میشه فارسی، مناسکی، یه بر مناسک اجرا بکنن، دیگه فراتر از اون نمیرن و کاری هم به اونا کار دارن، اینا به اونا کار دارن، یه پولی هم به اونا میدن و این نهاد رو نگه داشتن به عنوان یک جامعه مدنی، نه یک نهادی که تحکم بکنه بر جامعه، همه چیز در اون باشه. در جامعه سنتی همه چیز در مذهب بود، بنگه پاسخ همه چیز رو خداوند داده بود و اینها میدونستن اون پاسخ چیست. امروز دیگه کسی نمیخره، امروز پاسخ ها در از بساط مراجع مختلف مردم میرسه. اون مرجع دینی ناچار هست خودش محدود بکنه به یک سری فرایض دینی و مسائل عبادی مردم، عبادی جامعه. بله، اون باقی میمونه. فکر میکنید محدود خواهد شد مرجعیت به همین مناسک، عبادت و چنین اموری؟ ببینید، مرجعیت کارش، کار کردش فقاهت بوده و فقاهت خواهد بود. مثال هایی که زده میشه همه نوعا به برخی سوء استفاده هایی است که افرادی آمدن سخنانی گفتن و خارج از این حوزه فقاهت بوده. مثلا بحث موضوعی بوده، این بحث موضوعی فقیه لزوما کارشناسش نیست، کارشناسش دیگران بودن، ولی برخی فقها در این حوزه هم سخن گفتن و برخی از مردم هم این سخنان رو شنیدند و نادرست هم بوده. اما اینکه این قسمت فقهش ادامه پیدا میکند، بله. خب قسمت فقه بخشش فرائض و مناسک هست، بخشش هم بحثای معاملات و دیگر مباحث فقهی است، هم از مسائل خانوادگی، برخی از مسائل خوردنی ها و آشامیدنی ها و مانند اینها. ولی خیلی از این وظایف و حوزه ها خانه‌ها تداخل میکنه با بخش های دیگه جامعه مدنی، مثلا امر قضا و حقوق. فکر میکنید مرجعیت بخشی از نهاد مدنی در آینده ایران مدنی خواهد شد اگر ما بپذیریم که یکی از الزامات مدنی شدن زیست مدنی در کنار نهادهای دیگه است؟ مثلا گروه های فعالان زن دارن سعی میکنن قوانین رو در زمینه سخت جنین عوض کنن، قوانین رو در زمینه هایی عوض کنن که فقه در موردش نظر داره. آیا فکر میکنید فقها ها مراجع زیست مدنی با این گروه ها میتونن داشته باشن بدون اینکه تحت فشار قرار بدن؟ در همین غرب هم شما همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که صورت میگیره، یکی از سوال های مهم مسئله سقط جنین هست. دو تا سیاست متفاوت هم از توسط دو کاندیدای اصلی ارائه میشه، بر اساس مذهبشون هم میان سخن میگن. اونجا هم گفته نمیشود که من فقط آمریکایی هستم، راحت میاد میگه من کاتولیک هستم، اون یکی دیگه میگه من پروتستان هستم و کسی هم این رو نمیپوشونه. چه اشکالی دارد که ما هم در جامعهمون شاهد این باشیم که هویت دینی ما اقتضاهایی دارد و این اقتضاها کار خودش رو پیش میبره. من معتقد هستم نهاد مرجعیت قوی ترین نهاد مدنی ایران بوده است، در جوامع شیعی قوی ترین نهاد سنتی مدنی بوده و این
نهاد سنتی هم باقی خواهد ماند. معناش هم این نیست که ببینید سخنی که یک فقیه میگوید صرفاً قدرتش به این است که مردم رو گوش بکنن. اگر مردم گوش نکنن قدرتی نیست، تحکمی در اینجا نهفته است. اگر کسی به لحاظ احرام سیاسی استفاده کرده اشتباه است. بله. یک سوالی در پایان از آقای علمداری بپرسم اگر دوستان سوالی ندارن. همین که اگر فقها، اگر مرجعیت حوزه های مدنی رو خالی کنه، آیا این خطر نیست که گروه هایی با برداشت های افراطی از اسلام بیان و حوزه ها رو مصادره کنن؟ اگر بخوایم مثالی بزنیم، البته تفاوت ها زیاد خواهد بود، ولی شما مقایسه کنید در دوره مثلا ملی شدن صنعت نفت رفتار سیاسی و مدنی نواب صفوی رو مقایسه کنید با آیت الله کاشانی. اگر کاشانی ها نباشند، اگر مراجع مثل اون نباشند، فضا باز نمیشه برای کسانی مثل نواب صفوی. ببین اینا هم محصول مرحله رشد جامعه است. شما طالبان مثال بزنید، طالبان محصول وضعیت اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی افغانستانه. اگر ایران رو تبدیل به اون زمان مثلا ملی شدن صنعت نفت بکنیم، برگردیم به 55 سال قبل، بله افراد اینجا پیدا میشن و بر دیگران غلبه پیدا میکنن، رو دو تا نخست وزیر رو ترور میکنن، یا وزیر دربار رو ترور میکنن، یا نویسنده مثل کسروی رو ترور میکنن و خودشون غالب میکنن به جامعه. بعدا میپذیرن این وضعیت رو، یه جمع توجیه میکنن. امروز وضعیت عوض شده. یعنی فکر میکنید روان... آینده نواب صفوی ها در آستین نخواهد داشت در ایران؟ کم کم البته. من نمیخوام بگم فردا که تحول اتفاق افتاد جمهوری اسلامی دیگر وجود نداره، نواب صفوی ها هم دیگر وجود نداره. نه نه، مقاومت خواهند کرد. کما که مثلا در مصر، در عرض بزنید که الجزایر، جاهای مختلف دارن مقاومت میکنن، به سرعت از بین نخواهند رفت. ولی نکته این هست، اون چیزی که به نظر من لب مطلب است و باید بهش توجه کرد این است که در سوال ایشون مستتر بودم اونجا که شاید کردم، پایگاه اجتماعی داره عوض میشه، به سرعت هم داره عوض میشه، جهانی میشه همه چی، داره الگوهای یونیورسال پیدا میشه، دموکراسی پیدا میشه، حقوق بشر پیدا میشه، حقوق شهروندی پیدا میشه، برابری حق زن. دیگه قانون خانواده رو از سنت نمیشه تعریف کرد. بله. قانون خانواده رو باید قانون نویسا بنویسن، در مجلس تصویب بکنن و فرداش هم عوض میشه. اجازه بدید سنت شکنی کنیم و با یکی از مخاطبان تمام کنیم، آرش حسینی پژوه، به خصوص که کم سوال پرسید. شما جواب این سوالتون رو گرفتید که مرجعیت میتونه نمایندگی یه بخشی از هویت ایرانی باشه، اون بخش اسلامیش. فکر میکنید این جواب گرفتید؟ این جواب گرفتم، منتها بیشتر شنید صحبتی که شد تأثیر مدرنیته رو هویت دینی بود. یعنی من فکر نمیکنم که ما بتونیم اینجوری نگاه بکنیم که هویت دینی میتونه کاملا تحت تاثیر مدرنیته قرار بگیره و در نتیجه مرجعیت تحت تاثیر مدرنیته قرار بگیره. من فکر می‌کنم هویت دینی هست و میتونن روی هم تاثیر بذارن. مشخصا میتونه بخشایی از مدرنیته هویت دینی مردم رو تلطیف بکنه و باعث تلطیف مرجعیت بشه. همینجوری هم میتونه مرجعیت و نهاد دین روی این ور تاثیر بذاره. فکر می‌کنم یه چیز تکامل، نمیتونیم بگیم که مدرنیته میتونه به صورت خاص یک جانبه تاثیر بذاره روی نهاد مذهب، روی هویت مذهبی و این باعث بشه که مرجعیت مدرن بشه. یعنی به این سمت بیاد. من فکر می‌کنم این میتونه تقابل احتمالا بزاره. اگر کسی بخواد در تایید صحبت‌های شما مثال بیاره، ممکنه ترکیه رو مثال بیاره، نه در حوزه مرجعیت اما در حوزه تعامل هویت دینی و هویت ملی. ولی اون بحث دیگه است. امیدوارم یک وقتی بشه راجع به ترکیه هم صحبت کرد. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه: کاظم علمداری، محسن کدیور، آرش حسینی پژوه و حماد جمشیدی. از طریق وبسایت ما با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید. در همین وبسایت نسخه تصویری و همینطور پادکست، یعنی نسخه صوتی برنامه ها در دسترس شماست. و اگر گمان میکنید چیزهایی ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید، به فیسبوک ما سری بزنید. شب و روز بر همه شما خوش.